بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به عزیزان دانشجوی دانشگاه فنی حرفه‌ای شهید مهندسی شهید باهنر شیراز. در خدمتتون هستیم عزیزان. درس الکترومغناطیس امروز 11 اردیبهشت 1401 هست و پیشاپیش انشالله که فردا اعلام بشه عید سعید فطر. پیشاپیش عید فطرتون هم مبارک باشه. یه چند ساعتی هم بیشتر نمونده تا اتمام زنده باشید، تا اتمام ماه مبارک رمضان. هر چی گفتن به شما تو این چند ساعت، هر چی گفتن تو ماه مبارک رمضان که خیلی ثواب داره، حتی خوندن یه آیه از قرآن مثل خوندن کل قرآن هست، این مثله، یعنی دقیقاً ثواب همون کل قرآن رو بهتون میدن. این ماه مبارک رمضانه. امروز الان ساعت 4 هست، ساعت 7:50 هم اذان هست. اگه فردا عید باشه یه 4 ساعت بیشتر وقت نیست. تو این 4 ساعت میتونید همینجوری که داری درس رو گوش میدی بالاخره یه سوره قل هو الله بخونی، 4-5 تا آیه بخونی، انگار 4-5 تا ختم قرآن کردی. بالاخره از دست ندید این فرصت ها رو که دیگه معلوم نیست کی گیرمون بیاد از این فرصت ها. خب اگر یادتون باشه جلسه پیش ما نیروی الکتریکی رو گفتیم، قانون کولون رو گفتیم و گفتیم اگر که این بارهای الکتریکی به حالت گسسته قرار داشته باشن، یک رابطه داشتید، فرمول در حقیقت سری بود یا سیگما بود، فرمول جمع نقطه ای بود، و گفتیم اگر اینها به صورت پیوسته باشن رابطه‌مون رابطه انتگرالی میشد و نیرو رو تونستیم به دست بیاریم. قبلش هم خب در حقیقت انواع توزیع بار توی فضا رو گفتیم که توزیع گسسته بود، پیوسته بود، چگالی بارا رو توی حالت پیوسته گفتیم و رسیدیم به اینجا که در حقیقت نیرو تموم شد. قانون کولون رو گفتیم، رابطه بین بارها که گفتیم از جنس جاذبه یا دافعه هست، و اثر بین بارها رو گفتیم اسمش چی بود؟ اسمش نیروی الکتریکی بود. این یه مسئله. امروز باید از دلیل وجود اون نیرو حرف بزنیم که بهش میگیم میدان الکتریک. ببین عزیزم، اینا رو ما قبلا دیدیم توی فیزیک الکتریسته و مغناطیس، اما با یک روش جدیدتری اینها رو در حقیقت کار میکنیم، بیان میکنیم و حالا یک ریاضی قویتری رو روش اعمال میکنیم و محدودیت ها رو از روش بر میداریم. مثلا اون موقع اگر توی فیزیک الکتریسته و مغناطیس میگفتیم بار الکتریکی مثلا تو فاصله پی یک میدانی داره، الان هم میگیم بله بار الکتریکی تو فاصله پی یک میدان داره، ولی برای محاسبه یه میدان می اومدیم بار الکتریکی رو میذاشتیم توی مرکز یا مبدأ مختصات، بعد می اومدیم میدان رو محاسبه میکردیم. الان دیگه این کارو نمیکنیم، میگیم بار الکتریکی مثلا یک فاصله، حتی اون حالا فرموله که توی مرکزم باشه بهتون میگیم، اما الان در حال حاضر میخوایم کلیات رو تعریف کنیم. ببینید میدان الکتریکی در حقیقت دلیل وجود نیروی الکتریکی هست، حالا نظریاتی که وجود داره. این یعنی چی؟ گفتیم شما فرض کن یه بار داری اینجا Q1، یه بار داری اینجا Q2، این Q1 به Q2 نیرو وارد میکنه، مثلا اگر جفتش مثبت باشن Q1 Q2 رو دفع میکنه، Q2 هم Q1 رو دفع میکنه. اینو بهش میگفتیم نیروی 2 به 1، اینو بهش میگیم نیروی 1 به 2. خب این است. همونجا هم گفتیم که وقتی شما در مورد نیروی بین دو تا بار داری صحبت میکنی، در مورد مفهوم جاذبه یا دافعه داری صحبت میکنی، باید ببینی دلیل وجود این جاذبه چیه، از کجا اومده این جاذبه، یا دلیل وجود این دافعه، اینجا دافعه داریم دیگه، دلیل وجود دافعه چیه. ببینید دلیل وجود نیرو کمیتی هست به نام میدان. میدان چی هست؟ خوب دقت کنید، رنگ دیگه بنویسیم. میگیم هر بار الکتریکی، حالا این بار الکتریکی یا به صورت گسسته تو فضا هست یا به صورت پیوسته، هر بار الکتریکی فضای اطراف خودش رو تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی یه ویژگی به فضای اطراف خودش میبخشه. تا وقتی که این باره تو فضا نیست اون ویژگی وجود نداره. همین که سر و کله بار پیدا میشه یه ویژگی اطراف خودش
ایجاد میکنه، یعنی انگار داره فضا رو داره عوض میکنه، درسته؟ خب دیدید دیگه، یه آدمی وارد یه جمعی میشه، مثلا یه کسی هیچی، انگار که هیچی، انگار نیومده اصلا تو جمع، ولی یکی دیگه که میاد تو اون جمع اصلا جمع رو عوض میکنه. اینم همین بار الکتریکی تو این کلاس اگر وارد شد، عذر میخوام، فضای کلاس رو عوض میکنه، فضای این محیط رو عوض میکنه. ویژگی که اطراف بار الکتریکی وجود داره، ویژگی اطراف بار، گفتیم اطراف بار فضا رو عوض میکنه دیگه، ویژگی اطراف بار الکتریکی که اگر بار الکتریکی دیگری در آن فضا وارد شود، به آن بار نیرو وارد می شود را میدان الکتریکی میگوییم. یعنی چی؟ یعنی میدان الکتریکی چیه؟ میدان الکتریکی از آن همین ویژگیه هست، همین تغییر فضای اطراف بار هست، ها؟ همین ویژگیه، اسمش میدان الکتریکی هست. مثل این هست که من توی میدان گرانشی زمین هستم. یعنی چی؟ یعنی زمین اطراف خودش یک میدان گرانشی ایجاد میکنه که با اون میدان گرانشی به من نیروی گرانشی وارد میکنه، یعنی با اون میدان گرانشی به من جاذبه وارد میکنه. جاذبه نیرو هست دیگه، نیروی وزنه. زمین ما رو به سمت خودش میکشه. چه جوری میکشه؟ با میدان گرانشی خودش. یک میدانی اطراف خودش ایجاد کرده، حالا هر جرم دیگه اطراف اون میدان، اطراف در حقیقت زمین قرار بگیره که تو اون میدان باشه، از طرف میدان زمین به اون جسم نیرو وارد میشه، اون تا نیروی گرانشی. حالا اینجا ما نیروی الکتریکی داریم. یعنی چی؟ یعنی هر بار الکتریکی فضای اطراف خودش رو عوض میکنه. ببین فضای اطراف خودش رو عوض کرده. این تغییر فضا رو اسمش رو میذاریم میدان الکتریکی، با ای نمایش میدیم، الکتریک فیلد یا میدان الکتریکی. حالا این میدان الکتریکی اطراف Q1 هست، اگر یک Q2ی وارد این فضا بشه، از طرف Q1 به Q2 نیرو وارد میشه. اینها همین نیرو هست. پس این نیروی F1 به 2، یعنی یک داره به دو نیرو وارد میکنه، این نیرو از کجا اومده؟ از این Q1 اومده. خب از چیه Q1 اومده؟ از وجود Q1. خب وجود Q1 چی کار کرده بر ما؟ اومده فضای اطرافش رو عوض کرده، یه ویژگی جدید بخشیده به فضای اطرافش. حالا دقیقاً این نیروی 2 به 1 هم که مال Q2 هست، از طرف Q2 دیگه داره به Q2، یعنی Q2 هم فضای اطراف خودشو عوض میکنه. Q2 هم فضای اطراف خودشو داره چیکار میکنه؟ عوض میکنه. پس Q2 هم یک میدانی اطراف خودش ایجاد کرده به نام E2. خب Q2 با E2، با میدان خودش، به Q1 نیروی F2-1 رو داره وارد میکنه. بنابراین عزیزان این جاذبه دافعه ها همش از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از میدان الکتریکی میاد. حالا میخوایم میدان الکتریکی رو حساب بکنیم. فرض کنید ما میدان الکتریکی رو با این نمایش میدیم، این مساوی هست با، مثلا شما یک کیو کوچولو اینجا در نظر بگیر، یک کیو کوچولو، اسم بذار کیو صفر، نه اینکه صفر هست، این بار آزمون بهش میگیم، همیشه هم مثبته. این Q1 به Q0 نیرو وارد میکنه، میگیم نیرویی که به Q0 وارد میشه، اگر حدش رو بگیری Q0 رو به سمت صفر میل بدی. یعنی چی حد رو بگیری Q0 رو به سمت صفر میل بدی؟ یه لحظه عزیزان باشید من صحبت میکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی شما بیای اون نیروه رو، این نیروه رو F1 رو به این بار تقسیم کنی، منتها حد رو بگیری، حد ریاضی هست دیگه، حد رو بگیری زمانی که Q0 به سمت صفر میل کنه،
عزیزان یعنی چی کیو صفر به سمت صفر میل بکنه؟ یعنی انگار شما کیو صفر رو داری نادیده میگیری، یعنی انقدر کوچولو شده اون باره، اون باری که اینجا هست انقدر کوچولو شده، شده شکل یه نقطه، ها؟ شده شکل یه نقطه. بنابراین ما اصطلاحاً میگیم میدان رو توی یک نقطه داریم حساب میکنیم. بنابراین وقتی به شما گفتن میدان در نقطه پی پی، اول کلمه پوینت دیگه نقطه، میدان در نقطه پی یعنی همین، یعنی شما بیای نیرو رو به اون بار آزمونه تقسیم بکنی، بار آزمونه رو به سمت صفر میل بدی، یا چی؟ یا بگی توی این نقطه یه بار آزمونه خیلی خیلی کوچولویی وجود داره، توی اون نقطه یه بار آزمون خیلی خیلی کوچولو وجود داره. میخواییم بریم برای به دست آوردن نیرو، یادتون باشه واحد نیرو نیوتن، واحد بار کولون، بنابراین واحد میدان میشه نیوتن بر کولون. یعنی یک نیوتن بر کولون میدانی هست که، واحد میدانی که یک بار یک کولونی داره نیروی یک نیوتن را در خودش تحمل بهش داره وارد میشه، به شرطی که اون باری که ما داریم بارمون بار آزمون دیگه باش. خیلی حالا بیایم اینجا، میخواییم بگیم میدان الکتریکی چجوری به دست میاد یا انواع میدان رو بخواییم بگیم. اول ما یه فرضایی داشته باشیم عزیزان. سوالی ندارید اینجا؟ سوالی ندارید تا اینجا؟ اگه سوالی ندارید یه خیر بنویسید. اگر سوالی ندارید یه خیر بنویسید تا من تابلو پاک کنم. خب یه فرضیاتی داریم ما توی میدان الکتریکی، این فرضیات رو باید رعایت کنیم. خب فرضای اساسی، فرضهای اساسی مربوط به میدان الکتریکی، فرض اول عزیزان در مورد توزیع بار نقطه ایمون هست، یعنی میدان بر توزیع بار نقطه ای چه شکلیه؟ رابطه های نقطه ایمون یا رابطه های گسستمون چیا هست؟ خوب دقت کن. الف ب، رابطه الف اینو میگه، میگه دیورجانس ای میشه روب اپسیلون صفر. ببینیم معنای این چی هست. اول اینکه اگه یادتون باشه، اگر یادتون باشه دیورژانس، ها، وقتی می‌خواستیم توضیحش بدیم تو فصل قبل می‌گفتیم دیورژانس چیه؟ دیورژانس در حقیقت فوران شار بود. شار چی بود؟ خط اون برداره بود، ها، که از یه سطح بسته در حال عبور کردن. وقتی میگیم دیورژانس ای صفره، یعنی اون برداری که داریم دیورژانس ازش میگیریم صفر شده، اون برداره سلنوئیدیه. یادتونه میگفتیم اگر دیورژانس میشد صفر، حالا دیورژانس ای میگفتیم این سلنوئیدی هست، ها؟ الان دیورژانس ای صفر نشده، یعنی بردار میدان الکتریکی صفر نشده دیورژانسش. یعنی چی؟ یعنی غیر سلنوئیدی هست. عزیزان این جمله یعنی چی؟ وقتی دیورژانس ای صفر بشه یعنی فوران نداره، ولی وقتی دیورژانس ای صفر نشده یعنی فوران شار الکتریکی داریم. یعنی اگر یک در حقیقت بار الکتریکی نقطه ای، رابطه های گسسته یا نقطه ای
اگه یه بار الکتریکی نقطه‌ای داشته باشیم، میدان ازش فوران میکنه، میزنه بیرون. یعنی این نیست که میدانش این شکلی باشه، میدان داره ازش میزنه بیرون. دقت میکنی؟ بنابراین دیورژانس ای مخالف صفر. مقدارش هم نوشتیم، مقدارش نوشتیم رو به اپسیلون صفر. اما کرل ای، کرل ای چیه؟ کرل ای میشه صفر. یعنی چی کرل ای میشه صفر؟ یعنی یادتونه که کرل چی بود؟ چرخش بود دیگه. یعنی میدان الکتریکی چیه؟ میدان وقتی کرل نداریم، یعنی چرخش هم نداریم، میدان الکتریکی غیر چرخشی یا غیر گردشیه. حالت گردابی نداره میدان الکتریکی. دقت کنید، این از این، اینو تو ذهنتون باشه، یادتون باشه برای میدان مغناطیسی این قضیه متفاوت میشه. فعلا ما روی میدان الکتریکی هستیم. بریم تو رابطه های انتگرالی همینا، رابطه های پیوسته یا انتگرالی. ببینید عزیزان، همین رابطه رو میخوایم به صورت پیوسته بنویسیم. بیایم از دو طرف انتگرال بگیریم. همین این نوشتیم انتگرال، من اینجا می‌نویسم انتگرال، بالا بنویسم انتگرال دیورژانس ای. خوب دقت کنید، انتگرال دیورژانس ای این و مساوی است با انتگرال رو به اپسیلون صفر. می‌خوایم جایگزین بکنیم عزیزان، خوب دقت کنید. انتگرال دیورژانس ای اگه یادتون باشه تو قضیه دیورژانس میشد بردار دات دی اس، درسته؟ پس به جای انتگرال دیورژانس ای میتونیم انتگرال ای دات دی اس، قبوله؟ انتگرال ای دات دی اس. حالا به جای رو، به جای رو عزیزان چی میتونیم بنویسیم؟ این رو دی انتگرال دیورجانس ای دی وی، دی وی ننوشتیم، نسبت به دی وی باید ازش انتگرال بگیریم. این دی وی انتگرال دیورجانس ای دی وی میشد ای دات دی اس. خب این یک رو اپسیلون صفر هم بیاریم بیرون، انتگرال رو دی وی میشه، از طرفه نسبت به دی وی انتگرال بگیریم. حالا این انتگرال دی وی رو دی وی چی بود؟ بار الکتریکی بود دیگه. توی توضیح پیوسته تونه چی گفتیم؟ کیو سه حالت بود دیگه، میشد انتگرال لاندا دی ال برای توضیح خطی، یا میشد انتگرال سیگما دی اس برای توضیح سطحی، یا میشد انتگرال رو دی وی برای توضیح حجمی. بنابراین کیو میشه انتگرال رو دی وی. این همین انتگرال رو دی وی چیه؟ این همین کیو هست. پس میتونیم بنویسیم انتگرال ای دات دی اس میشه کیو به اپسیلون صفر. اینجا این قسمت علف، انتگرال ای دات دی اس میشه کیو به اپسیلون صفر. حالا من کیو بزرگ بنویسم فرقی نمیکنه، کیو به اپسیلون صفر. یادتونه که این چی بود؟ شکل انتگرالی قانون گاوس بود دیگه، یا گاوس، شکل انتگرالی قانون گاوس بود. یادتونه که این شکل انتگرالی قانون گاوس چی بود؟ اصلا قانون گاوس یادتونه؟ حالا من ادامه میگم، میگه اگه شما یه مقدار بار داشته باشه که این تولید شار داره میکنه، اگه بخوای شار الکتریکیشو به دست بیاری که همین انتگرال ای دات دی اس بود، میگه اون سطح بسته ای که داره شار رو احاطه میکنه رو فکر کن چیه. من میگم در ادامه قانون گاوس رو براتون میگم. میگفت اون شار الکتریکی، اون سطح بسته ای که داره بارمون رو احاطه میکنه، اونو در نظر بگیر، یه بردار عمود بر سطح داره دی اس، میگه تو میخوای شارشو به دست بیاری، برو یه کار دیگه کن، برو ببین تو اون سطح بسته چقدر بار زندانی شده. یعنی در حقیقت اون چیو میخواست؟ کیو انکلوزد یا زندانی شده رو میخواست.
میگفت هر چی بار تو اون سطحه، تو اون سطح بسته زندانی شده رو به دست بیار، تقسیم بر چی کن؟ تقسیم بر اپسیلون صفر 8.85 ضرب 10 تا منفی 12. اپسیلون صفر این بود دیگه، 8.85 صدم ضرب در 10 به توان منفی 12. میگه تقسیم بر این کن، شار به دست میاد. شکل انتگرالی قانون گاوس هم اگه یادتون باشه این، حالا این از این برای قسمت ب، ما تو قسمت ب چی داریم؟ کرل ای مساوی صفر، درسته؟ بیام از قضیه استوکس استفاده بکنیم، بنویسیم کرل ای دات دی اس. من اینو بالا بنویسم، انتگرال کرل ای دات دی اس، میخوام این انتگرال رو بنویسیم، میشد چی؟ میشد انتگرال ای دات دی ال روی سطح، روی خط یا روی مسیر بسته سی بود. اگر یادتون باشه ما اون موقع این کارو میکردیم، درسته؟ یادتونه که می اومدیم تو قضیه استوکس، قضیه استوکس انتگرال خطی بود، یعنی رو مسیر بسته بود، در صورت این حلقه در حقیقت داشتیم، در صورتی که قضیه دیورژانس چی بود؟ سطحی بود، یعنی یک سطح بسته داشتیم. حالا اومدیم از طرفین انتگرال گرفتیم، انتگرال کرل ای دات دی اس میشه چی؟ میشه انتگرال ای دات دی ال. من مینویسمش، مگه نگفتیم کرل ای میشه صفر؟ یعنی این میشه صفر دیگه، پس این ور میشه صفر، یعنی انتگرال ای دات دی ال میشه صفر. انتگرال ای دات دی ال روی مسیر بسته سی میشه صفر. ها، این چیو داره به ما میگه؟ یعنی ایمون رو این مسیره، درسته ای غیر چرخشی هست، وقتی غیر چرخشی هست یعنی چی؟ یعنی ای قابلیت ذخیره شدن داره، گردابی نیست بره، ای ذخیره شونده است، برا همین هست که میدان الکتریکی با پتانسیل الکتریکی ارتباط مستقیم داره. ای میشه منفی گرادیان فی یا پتانسیل یا وی، فرقی نمی کنه. برا همین هست که چون ای ذخیره شونده هست، اینجا میدان قابلیت ذخیرگی داره. درسته که ما در مورد انرژی صحبت میکنیم، ولی اینجا چون کلمون شده صفر میگیم میدان قابلیت ذخیره شدن داره. خب بریم یه مثال حل کنیم. تا اینجا سوالی ندارید عزیزان؟ صحبتی، سوالی، چیزی؟ اگه ندارید خیر بنویسید. جاریه بذارم. خب بیام اینجا، محاسبه میدان الکتریکی بار نقطه ای در فاصله آر از با. مثال، محاسبه میدان الکتریکی در فاصله آر از بار نقطه ای کیو. فرض کنید یک کیو اینجا داریم، گفته برو توی نقطه پی که فاصلش تا اینجا آر هست میدان الکتریکی رو حساب کن. ببینید عزیزان، این نقطه پی همین نقطه ایه که قبلا هم بهتون گفتیم، گفتیم میدان الکتریکی وقتی میخوای توی نقطه در نظر بگیری، فرض میکنی توی اون نقطه یک بار الکتریکی آزمون قرار داره، یک کیو صفری هست اونجا.
بعد گفتیم این کیو صفر رو چجوری میگیری؟ میگی این کیو صفر بار مثبتته، درسته؟ مثلا یه بار مثبت اینجا داری. خب اگر این کیو هم مثبت باشه یه میدان این شکلی پیدا میکنه، قبوله؟ یه میدان اینجا. توی حالت الف ما میخواییم بگیم که بار کیو رو در مرکز مختصات قرار دادیم. یعنی این بار کیو کجا هست؟ این تو مرکز مختصات هست. ها Z X Y، این بار کیو اینجا هست. میخواییم میدانش رو حساب. خب چی کار میکنیم؟ میگیم انتگرال E dot ds. یادتونه که این چی بود؟ این رابطه چی بود؟ رابطه گاوس بود. میشد Q بخش بر اپسیلون صفر. بردار E یه بردار شعاعی، یعنی در راستای شعاعه، یعنی میتونیم اینو اینجا، این تو مسیر بسته هست، سطح بسته هست. خب E یک میدان شعاعی، نگاه کنید ای یک میدان شعاعی، یعنی میشه ای در آرحت، درسته؟ توی این شعاعه هست دیگه، تو راستای شعاعه هست. از طرف دی اس چیه؟ بردار عمود برصد، بازم تو رابطه، توی در حقیقت راستای ها. نگاه کنید بعد تو قانون گاوس میبینید تا ما یه سطح بسته اینجا در نظر میگیریم، یه کره ها، یه سطح بسته کروی، یعنی یک کره تو خالی مثل توپ فوتبال. بعد میگیم ما میخوایم بریم تو نقطه پی میدان رو به دست بیاریم. نقطه پی رو فرض میکنیم روی سطح اون توپ باشه. به جایی که بگیم روی نقطه پی میخوایم بریم میدان رو به دست بیاریم، میگیم رو سطح توپ میخوایم بریم میدان رو به دست بیاریم. بعد مسئله این میشه، تغییر میکنه، میگه میدان الکتریکی رو روی سطح توپ برو به دست بیار. خب میگیم بابا این میدانمون هر جا بگیریم عمود بر این سطح هست دیگه، خود بردار دی اس هم عمود بر این هست دیگه، درسته؟ پس بردار دی اس میشه اندازش ضرب در جهتش که تو جهت شعاعه، بردار ای هم میشه اندازش در جهتش که جهتش هم با تو جهت شعاع هست. بنابراین این ضربه میشه ای آرحت ضرب در دی اس آرحت، دوتاشون این همان دیگه. ها نگاه، این دوتا رو بخوام ضرب داخلی کنیم چی میشه؟ ای دات دی اس اینجا میشه چی؟ میشه ای آر هت دات دی اس آر هت. ضرب داخلی چی بود؟ میگفتی مؤلفه‌های نظیر به نظیر رو تو هم ضرب کن، بعد با هم جمع کن دیگه. آره نداریم، ادامه که نداره که، فقط میشه ای در دی اس، میشه ای دی اس. نخواستی اینو این شکلی بنویس، بنویس ای دی اس کوسینوس تتا، ضرب داخلیه دیگه، میتونی کوسینوسی بنویسی، بنویس ای دی اس کوسینوس تتا، تتا زاویه بین ای و دی اس هست، تتا همون صفر دیگه چون اینا هم جد، کوسینوس صفر هم میشه یک، بنابراین بازم میشه ای دی اس، فرقی نمیکنه. حالا بیایم اینجا، انتگرال ای دی اس شد ای دات دی اس شد ای دی اس، بنابراین انتگرال رو سطح بسته ای دی اس مساوی است با کیو به اپسیلون صفر، در نتیجه ای از تو انتگرال میاد بیرون میشه انتگرال دی اس مساوی است با کیو به اپسیلون صفر. انتگرال دی اس مساوی اس هست، اس چیه؟ مساحت همون تو فوتباله هست دیگه، مساحت سطح بسته، چون کره هست توپ فوتباله مساحتش میشه 4 پی آر 2، بنابراین ای ضرب دره 4 پی آر 2 میشه کیو به اپسیلون صفر. این کیوه یادت باشه بار زندانی شده در سطح بسته کروی فرضی. ها نتیجه میشه چی؟ کیو روی 4 پی اپسیلون صفر آر دو، یا کا کیو رو آر دو، چون یک رو 4 پی اپسیلون صفر رو میگیریم کا. خب این از میدان عزیزان، ولی من چیز جدیدی اصلا نگفتم، این مال فیزیک الکتریستومغناطیس، میدان الکتریکی تو فصل 3 الکتریستومغناطیس اینجوری به دست میاد، مال یه بار نقطه. حالا اگه فرض کنی این بار نقطه یه دیگه توی مرکز
نباشد. ها، این بار نقطه ای دیگه تو مرکز نیست. کجا هست؟ یه جایی تو فضا هست، درسته؟ یه فاصله ای داره از مرکز. حالا بیام اینجا، این قسمت الف. تو قسمت الف سوالی ندارید، اگه ندارید خیلی بنویسید، میخوام بریم سراغ قسمت ب. خب خیراتون رو نوشتید الحمدلله. خب یک لحظه من این مثاله رو بیارمش، یه مثال خوبه. خب یک لحظه، یه دقیقه استراحت بکنید. چرا تا پنج بیشتر دست ندیم؟ آقای ثابت اقلیدی؟ خیلی خسته هستین؟ اذیتمون نکن آقای ثابت اقلیدی. حالا ببینیم چی میشه. خب بریم برای ادامه. اگر بار تو مرکز نباشه، قسمت ب، بار کیو در مرکز مختصات نباشه. ببین بار کیو تو مرکز مختصات که بود، ای شد چی؟ شد کیو روی 4 پی اپسیلون 0 آر 2. اگر اون کیو تو مرکز مختصات، حالا اون کیوی که شما اینجا داری تو مرکز مختصات نباشه، مثلا اینجا باشه، این هم نقطه پی. مثلا کیو تا مرکز مختصات رو بگیر آر، نقطه پی رو تا اینجا بگیر آر پریم. پس این میشه چی؟ این میشه آر منهای آر پریم. خب اینو داریم دیگه. میخوایم چی کار کنیم عزیزان؟ میخوایم بریم میدان رو به دست بیاریم. میدان دقت کنید میشه چی؟ میدان خود رابطه‌م میشه کیو رو 4 پی اپسیلون 0. این فاصله چی بود؟ فاصله بین بار تا میدان. یعنی در حقیقت اگر این آر باشه، این آر پریم باشه، آر منهای آر پریم این رو باید به توان دو برسونیم.
اگه بخوایم به شکل برداری هم برسیمش، تو راستای آرحت هم باید ضرب بشه. قبوله؟ خب از طرفی خود آرحت چی بود؟ نگاه کن، من این با بالایی فرقی نداره ها، فقط به جای این قسمته، این قسمته تو مثال قبل آر بود دیگه، به جای این قسمته چون دیگه از حالت مبدأ اومده بیرون، نمیشتم آر منهای آر تیریم، همین آر دوه هست. حالا با آر اشتباهش نگیری، یا مثلا اینجا بنویس آر بزرگ، مثلا از اینجا تا اینجا در حقیقت همون آر بزرگه. مثلا خب آر منهای آر پینو بتوند آر هد. خود آر هد چی بود؟ برداره یکه چی بود؟ میشد اندازه اون برداره، ببخشید خود برداره تقسیم بره اندازش، یعنی میشه آر منهای آر پریم خود بردار بخش بر اندازه بردار. این هم حالا میتونی بنویسی تو آرحت، مثلا این آره آرحته ها، آر منهای آر پریم تقسیم بر اندازه آر منهای آر پریم به توان اندازه آر منهای آر توان نداره. خب بیایم توش ضرب کنیم، نتیجه این میشه چی؟ کیو رو 4 پی اپسیلون 0 رو بنویسیم، این آر هم به توان 2، آر منهای آر پریم به توان 2 ضرب در آر هت، آر هتمون هم مثلا اینه، در آر منهای آر پریم تقسیم بر آر منهای آر پریم. خب این که تو مخرج اینا دوتا یکی هستن، پس این توانه میشه توان 3 ها، برابر این میشه چی؟ میشه کیو آر منهای آر بیریم تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 اندازه آر منهای آر بیریم به توان 3. این هم عزیزان شد چی؟ شد میدان. این میدانه یک بار نقطه ای در نقطه پی ها، اگر چی؟ اگر کیو بار نقطه کیو ده، اگر کیو در مرکز مختصات بگی نباشه. اینم همینه، این بالایی هم همینه، اگر کیو در مرکز مختصات باشد، اینم همون میدان بار کیو در نقطه پی هست. اونجا کیو تو مرکز مختصات بود، اینجا کیو تو مرکز مختصات نیست. حالا عزیزان اگر به جای یه دونه کیو 10 تا کیو داشتی، یادت باشه به تعداد بارهای اطراف نقطه پی توی نقطه پی میدان داری. بیا من فرض میکنم اینجا یه دونه کیو، اینجا کیو 1، یه کیو 2 اینجا، یه کیو 3 اینجا، اینم نقطه پی من. اگر این مثبت باشه، این منفی، این مثبت، این میدانه این چی میشه؟ دافعه‌ای میشه، این میشه E1. میدان این جاذبه‌ای میشه E2. میدان این دافعه‌ای میشه E3. ببین عزیزان، بخشید سر موجیکو بردارم. عزیزان میدان‌ها جمع میشن دیگه. یعنی شما میدان کل رو بخوای به دست بیاری، میشه جمع برداری میدان 1 به علاوه میدان 2 به علاوه میدان 3. این جمع برداری ها هست، باید جمع کنی. حالا اگر تعداد خیلی زیاد بود، این رابطه ای که در حقیقت می‌نویسیم باید در نظر بگیری، چون الان بخشید اینم الان جمع اون چیه؟ جمع گسسته هست. این میشه چی؟ 1 رو 4 پی اپسیلون 0 سیگما کیو. خب خوب دقت کنم، ما میخوایم شبیه به این بنویسیم دیگه، آر منهای آر پریم به آر منهای آر پریم به توان 3 به اندازه آر منهای آر پریم به توان 3. منتها حواسمون هست دیگه، اون چیه داره عوض میشه؟ اون پریمه گفتی، اون که آر هست مال کی بود؟ مال بار بود. اون پریمه مال
نقطه است، یعنی اون فاصله با بارهای مختلف ها داره، یعنی آر منهای آر پریم آی آی از یک تا ان هست. اینم رابطه ای هست که باید بلد باشیم. خب در چه صورتی تعداد بارهای اطراف پی از یک بیشتر باشن؟ مثل این حالت ها. یک، دو، ای سه. یک چی از آن؟ این آیمون یکه دیگه، درسته؟ میشه کا کیو یک آر منهای آر یک به آر منهای آر یک به توان، اینم کیو آی هست اینجا، آر منهای آر یک تقسیم بر اندازه آر منهای آر یک به توان سه. دقت میکنید؟ حواستون جمعه؟ آر مال چیز هست، مال نقطمون هست، مال بارمون هست، آر پریم مال چی؟ مال نقط. یکی یکی مثلا ای دو چی میشه؟ میشه یک چهار پیپسیلون صفر کیو دو آر منهای آر دو بخش بر آر منهای آر دو، این آر پریم آی، آر منهای آر دو آر پریم دو به توان سه. اینا رو باید حواسمون باشه. خب بریم یه سوال حل کنیم. حالا یه بار نقطه ای مجموع حل میکنیم، بعد باید بریم سراغ یه بار پیوسته، ببینم که چقدر باشه. آیه زیرکاری باشه من انجام بدم. خب بریم یه مثال حل کنیم. تو اینجا مشکلی ندارید؟ اگه ندارید خیر بنویسید. خب بریم برای حل یه مثال می‌نویسیم و با همین رابطه می‌خوایم حلش کنیم. مثال گفته چی؟ گفته میدان یک دو قطبی رو، من ببندیمش، گفته میدان یک دو قطبی رو در فاصله آر از مرکز دو قطبی پیدا کن. میدان یک دو قطبی در فاصله آر از مرکز دو قطبی، اینو گفته به دست بیار. ببینید یادتونه که دو قطبی چی بود توی فیزیک الکتریستومغناطیس؟ خب دو قطبی چی بود عزیزان؟ دو تا بار بودن، مثبت کیو و منفی کیو، توی فاصله از هم بودن دیگه. این میشه دو قطبی، کیوامون هم اندازه بودن، مثلا مثبت 10 کولون منفی 10 کولون، اینا توی یک فاصله از هم قرار داشت. یک برداری داشتی دو قطبی از منفی به مثبت، میگفتی بردار پی، بهش میگفتیم بردار دو قطبی الکتریکی. اگه یادتون باشه دو قطبی الکتریکی رو مینداختیمش تو میدان الکتریکی، یک نواخت شروع به چرخیدن دور خودش میکرد، گشتاور ایجاد میشد، انرژی پتانسیل تو خودش ذخیره میکرد و غیره، حالا کاری نداره. گفته برو برداره، برو در حقیقت یه دو قطبی بکش، مثلا من رو محور زد یه دو قطبی میکشم، این مثلا کیو، این منفی کیو، این دو قطبی. بعد گفته برو تو نقطه پی تو فاصله آر از مرکز دو قطبی، فرض کن اگر این مرکز دو قطبی باشه، ما داریم اینجا میکشیم اون بریم بریم بیا، این نقطه پی فاصلش تا مرکز دو قطبی آر هست،
گفته برو میدان رو اینجا به دست بیار. میدان میشه چی؟ میدونیم که میدان اینجا ناشی از دو تا باره، یعنی بار کیو تو نقطه پی داره میدان ایجاد میکنه، بار منفی کیو هم تو نقطه پی داره چی میکنه؟ میدان ایجاد میکنه. فقط میدان این یه میدان دافعی هست، یه مثبت. میدان این یه میدان جاذبه ای هست، یه منفی. باید این دوتا میدانه رو به دست بیاریم، با هم دیگه جمعشون بکنیم. درسته؟ خب فرمولمون چی بود؟ من ماژیکم رو عوض کنم. فرمول رو می نویسیم. ای برای گسسته مساوی بود با یک رو چهار پی اپسیلون سه سیگما کیو آی آر منهای آر پریم آی تقسیم بر اندازه آر منهای آر پریم آی به توان سه. آی از یک تا دو هست دیگه، دو تا در حقیقت ما بار الکتریکی داریم. درسته؟ خب چی میشه؟ میشه مساوی هست با اولی رو بنویسیم، یک رو چهار پی اپسیلون سه. اولی چی میشه؟ اولی رو مثبت رو بنویسیم، کیو تقسیم بر. دقت کنید خوب، آر منهای آر پریم ها، اینو باید بگیریم چی عزیزان؟ آر پریم. از اینجا تا اینجا میشه آر پریم. اگر فاصله دو قطبی دی باشه آر پریم هست دی دوم، پس اینجا این قسمته میشه آر منهای دی دوم. قبوله؟ ها حواستون جمع باشه. حالا اینو بنویسیم اول، یه آر منهای دی دوم اینجا داریم، یه اندازه آر منهای دی دوم هم اینجا داریم که الان توانستش رو یادمون نره. خب این از منهای برای منفی کیو بذاریم دیگه. چرا؟ نگاه دقت کنید، حواستون جمع باشه، میخواییم برای منفی کیو بذاریم. برای منفی کیو خوب دقت کن، اگر این دی دوم باشه این میشه چی؟ میشه آره به علاوه، یعنی آره منهای منفی دی دوم میشه که میشه آره به علاوه دی دوم. درسته؟ خب پس اینجا میشه چی؟ میشه آره به علاوه دی دوم، اندازه آره به علاوه دی دوم به توان سه. تا اینجا که مشکلی نداریم. خوب دقت کن، یه بست تیلور ما اینجا داریم که من براتون نمی‌نویسم، خیلی طولانی هست. تو بسته تیلور چه اتفاقی میفته؟ یه تقریبای زده میشه، در نهایت میدان رو اینجوری به ما میده. من جواب آخرش رو براتون بنویسم، کیو رو 4 پی اپسیلون 0 آر 3 در 3 تا آر دات دی تقسیم بر آر آر دو در آر منهای دی، یعنی این یه پرانتز منهای دی. خب این میشه چی عزیزان؟ این میشه میدان الکتریکی یک دو قطبی در مختصات دکارتی. خب حالا ممکنه بگید من میخوام اینو ببرم تو مختصات کروی هم بنویسم، یه کاری نداره. شما چیزی که تعریف میکردی برای گشتاور، گشتاور دو قطبی پی اگه فاصله بین این دوتا دی باشه این برداره، این بردار گشتاور دو قطبی هست. خب این میشه چی؟ میشه کیو ضرب در دی. یه دونه از این کیو ها ضرب در دی بکنی برداره به دست میاد. بنابراین کیو ضرب در دی رو
میتونیم بگیم چی هست؟ مردار گشتاور دو قطبی. ببین کجا داری میبینی کیو ضرب در دی رو؟ این کیو رو ضرب در این دیه بکنی میشه پی، این کیو رو ضرب در این دیم بکنی میشه پی. بنابراین ما اینجا میتونیم ای رو بنویسیم یک رو چهار پی اپسیلون صفر آر سه، اینجا سه تا آر دات پی تقسیم بر آر دو، منهای در آرم بذاریم، منهای این دیم کیو، کیو ضرب در دی بازم میشه پی، منهای پی. تا اینجا که مشکلی نداریم. از طرفی عزیزان این پی که اینجا ما داریم توی این شکلمون، من مشکی میکشم، بردار پی همیشه از منفی به مثبت بود، بنابراین اینجا بردار پیمون اینوری میشه. قبول داری تو راستای زده؟ یعنی این بردار پی که اینجا داری اگر بخوای ببریش تو مختصات در حقیقت کروی میتونی اینجوری بنویسی، این پیه هست میشه اندازش ضرب در زد هت. قبوله تا اینجا؟ میشه اندازش ضرب در زد. زد هت تو مختصات کروی چجوری مینوشتی؟ میشد کوسینوس تتا آر هت منهای سینوس تتا تتا هت، کوسینوس تتا آر هت منهای سینوس تتا تتا هت. ببین من کار خاصی نکردم و فقط این پی زد هده رو زد هده رو بردم تو مختصات کروی، چون ما تو دکارتی نوشتیمش دیگه، اینا اینه دیگه، حالا میخوایم ببریمش توی کروی. بنابراین به جای این پی که ما اینجا نوشتیم اینجا پی زد هده هست دیگه، درسته؟ پی زد هده میتونیم بنویسیم پی ضرب در کوسینوس تتا آر هده منهای سینوس تتا تتا هده. خود آر هم هست آر آر هده، نگاه خوب دقت کن، خود آرم از آر آر هت. خب این رو عزیزان اگر بنویسید بستش بدید در نهایت به این رابطه میرسید، رابطه بسیار خوب، همین رابطه قرمزه هست منتها تو مختصات کجا؟ کروی. این میشه کیو روی چهار پی اپسیلون صفر آر سه، قبوله؟ دو تا کوسینوس تتا آر هت به علاوه سینوس تتا تتا هت. عزیزان این همین رابطه همینی هست که ما اینجا نوشتیم، میدان الکتریکی دو قطبیه اما در مختصات کروی هست. اوه سیستم ازن خارج شد. خب این همین هست اما تو مختصات کروی هست. دقت کردید؟ حواستون جمعه؟ کدوم جواب آخر؟ آقای ثابت میخوای میکروفون تو فعال میکنم بگو. آقای ثابت اقلیدی عزیزم میکروفونت فعاله، سوالتو بپرس. آقای حساب تقلیدی میکروفون باز. سلام. سلام جا یه بار دیگه به میگی تو قرمز این؟ آره دوتاشو. اینو که الان بهت اینو گفتم بهت، یه بستی داریم با بست تیلور، حالا اگه خواستید بعد من براتون میفرستمش، کلن روش به دست آوردنشو براتون میفرستم، یه مقداری زیاد هست بسته، شما یک صفحه باید بنویسیم. خب بست تیلور رو که می‌نویسی براش تو ریاضیات، اینو که بست میدی میای پایین تهش به این جوابه میرسی، یعنی میدان رو با بست تیلور ما به دست آوردیم به این جواب. اما یه موقعی هست این جوابی که داریم می‌نویسیم تو مختصات دکارتی دیگه مستطیلی هست، میگیم ما می‌خوایم همین میدان رو تو مختصات کروی هم محاسبه کنیم. چیکار می‌کنیم؟ اول که میدونیم دیگه کیو ضرب در دی میشه پی، این که هیچ، گشتاور دو قطبی الکتریکی پی میشه کیو ضرب در دی. خب شما بیا کیو رو ضرب در دی بکنی پی به دست میاد، کیو رو ضرب در این دی هم کنی پی به دست میاد، چیزی که به دست میاد میدانت میشه این. قبوله؟ حالا
این هنوز تو مختصات دکارتی هست، هنوز نبردیمش تو مختصات کروی. چه کار میکنیم برای مختصات کروی میخوایم ببریم؟ میگیم میدونیم که بردار، یعنی باید رو بردار پی کار کنیم. میگیم میدونیم که بردار پی برداری تو راستای زد حت، تو راستای زد. ببین بردار پی گفتیم از منفی به مثبت، اینجا منفیمون هم پایینه دیگه، از منفی به مثبت میشه. پس پی میشه در راستای زد حت. خود زد حت دکارتیه، باید زد حت و بردار یک کمونو که دکارتی است ببریمش تو مختصات کروی. چی بود قبلا بهتون گفتیم دیگه تو فصل قبل، زد حت میشد کوسینوس تتا آر حت منهای سینوس تتا تتا حت، درسته؟ یا میگفتیم آر حت کوسینوس تتا منهای تتا حت سینوس تتا، فرقی نمیکنه. حالا باید به جای این بردار پی که پی زد حت هست اینو بنویسیم، پی ضرب در کوسینوس تتا آر حت منهای سینوس تتا تتا حت. یه بار اینجا بنویسیم منهای پی، بازم یعنی منهای پی کوسینوس تتا آر حت منهای سینوس تتا تتا حت. یعنی به جای این دو تا پیه، به جای این دو تا پیه باید پی رو جایگزین بکنیم دیگه، درسته؟ اینو باید جایگزین. خب جایگزین که کردی، یه بردار اینجا آر، یه بردارم اینجا پی، این پیه دیگه بر حسب آر حت و تتا حت نوشته شد. دقت میکنی؟ پیه بر حسب آر حت تتا حت نوشته شد. بنابراین وقتی این پی رو بنویسی نزاشون ضرب داخلی دیگه، نظیر به نظیرش قسمت آر حتشو که کوسینوس تتا هست ضرب در قسمت آر این میکنیم آ که سه هست، اینو مینویسیم. یه سه کوسینوس تتا داریم، یه منهای کوسینوس تتا داریم، بهمون میده دو تا کوسینوس تتا. سه تا کوسینوس تتا منهای یه دونه کوسینوس تتا میده دو تا کوسینوس تتا. بقیه‌اش هم که خودشه، سینوس تتا هست. یعنی یه منفی سینوس تتا اینجا داریم ها، یه پی هم اونجا داریم در حقیقت. جمعش میشه مثبت سینوس تتا. اینا رو که مینویسی، یه آر دو اینجا داری، حواستون هم باشه وقتی میخوای بنویسی حواست به خود در حقیقت آراد باشه که چه بلایی سرشون میاد. عزیزان نوشتن روابط، ادامه دادن روابط خودش هنره. حالا درسته ما میگیم اینا بهش چی میگن؟ میگن حمالی ریاضی، درسته؟ ولی خود رابطه نوشتن بسیار بسیار مهم هست. بنویسید ادامه بدید ببین چیه. بلا به این که عزیزم من گفتم این قسمت قرمزم که بسته تیلور هست، اگر خواستید روش حلش رو کامل براتون می‌نویسم میفرستم، ولی چون خیلی زیاد میشه، یعنی من اگه بخوام همونو بنویسم 10 دقیقه طول میکشه نوشتن همون بسته تیلور. خب تا اینجا سوالی ندارید؟ آقای ثابت اقلید شما جواب گرفتی؟ خب آره، این اف جی آیی که به انگلیسی نوشتی روی صفحه کلید میشه بله. خب عزیزان یه دو سه دقیقه استراحت بفرمایید، منم ذره گلوم گرفته، خب نمیتونیم که آب بخوریم، روزه هستیم، یه دو سه دقیقه استراحت کنیم منم گلوم یه ذره باز بشه. خب بریم که صدا رو هم بس کنیم. خب بریم سراغ ادامه. ما الان هر چی گفتیم تا الان چی بوده؟ میدان الکتریکی گسسته بوده. میخوایم در مورد میدان الکتریکی پیوسته هم صحبت. ببین همه کیبارات گسسته بودن دیگه، از هم جدا بودن، حالا یا تک بود یا دوه یا سه یا چهاره، بالاخره تعداد بارها رو میدونی چند تاست، یعنی قابل تشخیصن اینا از هم. برای حالتهای پیوسته، یعنی حالتی که برای حالت پیوسته، یعنی تعداد ذراتمون عزیزان، تعداد بارهامون، اینا قابل تشخیص نیستن. ما چیا داشتیم؟ یک توزیع خطی داشتیم، یه توزیع سطحی داشتیم، یادتونه که یه توزیع چی داشتیم؟ حجمی داشتیم. ها؟ خب
توضیح خطیمون. ببین اونجا ما چی داشتیم توی توضیح گسسته؟ سیگما داشتیم. حالا همون سیگما رو باید تبدیلش کنیم به چی؟ به انتگرال. کیومون هم دیگه تو توضیح خطی میشه لاندا دی ال. کیومون تو توضیح سطحی میشه سیگما دی اس. کیومون تو توضیح حجمی میشه رو دی وی. اینا رو باید بنویسیم. میدان خطی ای میشه 1/4 پی اپسیلون 0 انتگراله. خوب دقت کن، ما میخواییم بنویسیم کیو به آردو دیگه. یادتونه که تو اون سریه چی بود میگفتیم؟ کیو به آردو، کا کیو یک به آردو مثلا، یا کا کیو به آردو. میخواییم بنویسیم کیو، کیو به آردو. کیون چیه اینجا؟ لاندا دی اله. لاندا دی ال به آردو. در چه راستاییه؟ در راستای آرحت. قبوله؟ بنابراین میتونیم بنویسیم به جای این آرحته هم میتونیم بنویسیم بردار آر به اندازه بردار آر، یعنی بردار آر به این یه دونه از آرا. پس اینو اینجوری میتونیم بنویسیم، انتگرال لاندا به جای این آر بردار یک آر بذاریم بردار آر به آر به اندازه آر. خب یه آر تو مخرج با یه آر دو میشه آر سه، اینم میشه بردار آر در دی ال. این به راحتی نوشته شد. بریم برای بعدی. چی داریم؟ این ایم بردار. حالا اینجا این ایمون تو سطحی میشه چی؟ میشه 1/4 پی اپسیلون 0 انتگراله. لاندا دی ال همون کیو هست دیگه. کیومون اینجا چی عزیزان؟ نوشتیم اینجا کیومون چیه؟ سیگما دی اس هست. بنابراین اینجا می‌نویسیم سیگما دی اس بخش بر آر دو کیو به آر دو در آر حت. قبوله تا اینجا؟ خیر، اینم این حالت قبل. به جای آر حت می‌ذاریم چی؟ آر به آر سه، آر به آر می‌ذاریم. این آر تو مخرجی آر دو هم اینجا میشه آر سه. پس میشه چی؟ میشه سیگما بردار آر بخش بر آر سه دی اس. ببین با بالا فرقش چیه؟ فرق آنچنانی نداره، فقط اینجا شده دی اس و اینجا هم چگالیمون چگالی سطح. بریم برای حجمی. ای میشه چی؟ میشه 1/4 پی اپسیلون 0 انتگراله. این کیو بخش بر آر دو بوده دیگه، آر دو رو بنویسیم. کیو اونم از چی؟ رو دی وی در چی؟ در بردار آر حد، که میتونیم اینجوری بنویسیم آرمون میشه آر سه، این این بالاییه. یعنی این آر حد رو که میخوای بنویسی بردار آر به اندازه آر میشه. یه آر تو مخرج آر دو هم اینجا داری میشه آر سه. پس رو در بردار آر در دی وی. اینم میشه میدان الکتریکی حجمی. مثلا میدان الکتریکی حجمی یعنی چی؟ یعنی اون بارمون که داره تولید میدان میکنه تو حجم V هست. اون بارمون اینجاست توی نقطه P، میخوام اینو بسنجیم. سطحی یعنی چی؟ یعنی بارمون توی یه سطحیه، مثلا سطح S اینجا حجم V، نقطه P مون هم اینجاست، میخوام میدان رو اینجا بسنجیم. خطی یعنی چی؟ یعنی بار کیومون روی یک میله به طول L، نقطه P مون هم اینجاست، میخوام میدان رو توی این نقطه پی بسنجیم. بنابراین کاری که ما باید انجام بدیم این هست که اگر توی قسمت گسسته از سری، از مفهوم سری استفاده میکردیم، برای این الان باید از مفهوم چی استفاده بکنیم؟ مفهوم انتگرال استفاده بکنیم. خب حالا 5 و ربع هم شد دیگه، حالا آقای صاحب تقلیدی هم خیلی خستشه دیگه. حالا اگر عزیزانم خستشون هست کلاس رو امروز توی 1 ساعت و ربع تعطیل بکنیم، چون کلاس باید تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه 50 دقیقه، یه نیم ساعتی حالا بهتون ارفاق کردیم. اینم عیدی ما به شما انشالله، که فردا عید باشه، عیدی ما به شما انشالله. برید الان استراحت کنید اگه خستتون هست. آقای ثابت اقلیدی اگه خستت هست برو استراحت کن، نشینی پای موبایل ها که خستگیت بیشتر میشه ولی متوجه نمیشی، چون به صورت خیلی
خزنده موبایل روی مغز اثر در حقیقت خستگی روی مغز رو به صورت خزنده داره. خب انشالله موفق باشید عزیزان. آقای صادقی میخواد صحبت کنی، دست بلند کردی؟ آه فقط دست بلند کردی. خب انشالله موفق باشید، عیدتون هم مبارک باشه، روز ما هم مبارک باشه. به همون نگفتید روزتون مبارک، فردا روز استاد هست، روز معلم هست، نگفتید روزتون مبارک، ولی حالا ما ندید میگیریم بیخیال. مرسی. بله آقای حاج زمانی تبریک گفتن، باری کلا بالاخره تبریک روزمون هم بهمون گفتن دیگه. متشکرم آقای نقی‌زاده، مرسی، متشکرم. خب عزیزان انشالله که موفق و آقای حاج زمانی موفق باشید. متشکرم آقای ثابت اقلیدی، ممنون، روزتون بخیر باشه. بچه ها 2 ساعت دیگه تا افطار مونده، من کاری ندارم روزه هستی یا نیستی، اگه هستی قبول باشه، اگه نیستی هم دیگه خودت میدونی، خدای خودت. حالا هر کی مشکل داره روزه نگرفته، هر کی هم روزه نگرفته عمدی که خودت و خدای خودت میدونی، به من ربطی نداره. اما عزیزان چه روزه باشی چه نباشی، الان میگن چی؟ میگن لحظه ها را دریاب. شاید این 2 ساعتی که تو آخر ماه مبارک رمضان، ان شاءالله که فردا هم عید نباشه، فردا هم بتونیم روزه بگیریم، یه روز اضافه بشه به اون در حقیقت خوبی که وجود داره و ثوابی که وجود داره. عزیزان لحظه ها رو دریابید. میگن چی؟ چند روزی آسمان نزدیک است، یه 2 ساعت دیگه آسمان نزدیکه به ما. لحظه ها رو دریابید، شده یه سوره قرآن بخون که به اندازه آیه هاش، به اندازه آیه هاش برای تلاوت در حقیقت کل قرآن رو برات بنویسن. حواست جمع باشه، فرصت رو از دست نده، یکی 2 ساعت بیشتر نمونده، شب حسرتشو نخوری، فردا حسرتشو نخوری. یا علی مدد. عزیزان خدا نگهدار.